جمعه روز جمعه تا صلیب روزی است که عیسی مسیح مصلوب شده و هفته گذشتم برادرمون آرش این تعلیم عالی رو داد که از اشعیا نبی باب 53 که در مورد دردها رنجهای مسیح اینجا صحبت کرده و آخرش هم وقتم گذاشتیم برای دعا کردن و برای امروز هم که اینطوری فکر کردم یه چیزی به فکرم رسید، یعنی امروز نه چند روز پیش بود که فکر کردم، گفتم که معمولا ما در مورد عیسی مسیح صحبت میکنیم میگیم که چه واقعا چه دردی کشید عیسی مسیح روی صلیب و چه ناعدالتی شده و مرد بی گناه بود و درد و رنج رو کشید. مثلا اینکه فیلم مصیبت‌ها مسیح هم که نمیدونم دیدیم، سال گذشته بود که دو روز جمعه تو صلیب ما این فیلم رو گذاشتیم اینجا و زمانی که نگاه میکنیم به عیسی مسیح که روی صلیب ما میگیم واقعا دردی کشید، خیلی واقعا زخمی شد. فقط در این حال حاضر، در این راهی که بود، راه صلیب که بود و همینطور هم اینطوری با اون رفتار کردن، چه درگی میکرد، چه احساساتی داشت، چه چیزی بود که درونش واقعا باعث درد شد. تقریبا میخوام اینطوری بگم، شاید مثلا یک کسی از بین شما اینجا بیاد بگه که واقعا تو این مثلا 6 ماه خیلی دردهای زیادی کشیدم، چه کارهایی با من کردن و یا ناعدالتی کردم، پولم ندادن، یا زن من خیانت کرد، مثال میگم رفته. و زمانی که این چیزها رو میشنویم میتونیم تقریبا تصور کنیم، میگیم واقعا درد کشید این شخص. فقط چه دردی کشید، چه چیزایی در زندگیش، در فکرش، در قلبش، در نفسش به وجود آمد، اینو نمیدونیم. فقط این شخص میتونه، اینم توضیح هم مثلا بخواد توضیح هم بده، اینم هنوز هم نمیتونیم درست متوجه بشیم چه دردهایی او کشیده. و اوکی، ما اون موقع دلداری میگیم که میتونم متوجه بشم، شاید در آغوش میگیریم و دعا میکنیم. فقط دردی که اون شخص میکشه هیچ موقع نمیتونیم درست متوجه بشیم. زمانی که به عیسی مسیح، همون اشعیا نبی باب 53 رو که آرش تعلیم داد، نگاه میکنیم، واقعا خیلی عالی هم توضیح داد چه راهی رفت، چه راه صلیبی، چقدر سخت بود. فقط تقریبا مثل این که ظاهرا مسیح رو نگاه کردیم و میتونستیم تصور کنیم، فقط الان یک تقریبا مثل یه فوکوسی بکنیم بریم توی مسیح، توی فکرای عیسی مسیح، توی نفس مسیح، توی این دردهای مسیح. یعنی مثل این که مثل میکروسکوپی برمیداریم میریم توی عیسی مسیح ببینیم که چه فکرایی کرد. در همون لحظه که مثال میگم مصلوبش کردن، در همون لحظه که بگم در همون لحظه لحظه هم یه لحظه ببخشید نه باید درستش کنم در همون لحظه که دردها رو کشی، چه فکرهایی داشت، چه دردی داشت. منظور من متوجه میشین؟ و اون موقع شاید بیشتر متوجه بشیم که یا همدردی کنیم با او. و یه قسمتش هم که ما تو این چند مدتی است که موعظه میکنه و میگیم که عیسی مسیح آمد و انسان شد و تمام دردهای ما رو برداشت، یا اینطوری بگم با دردهای ما یک شد. و همینطور که گفتیم که متحد شد با انسانیتی که ما هستیم،
یا انسانیتی، یعنی ضعف و درد و هر چیزی که ما داریم، متحد شد و همینطور هم هر چقدر بیگناه بود رفت روی صلیب و اونجا کفاره گناه های ما شد. و ما بعضی وقت فکرهایی میکنیم، ما بعضی وقت دردهایی داریم نمیتونیم توضیح بدیم چه دردهایی ما میکشیم. فقط عیسی مسیح میتونه این دردها رو بفهمه، متوجه بشه. و زمانی که کتاب مقدس رو نگاه میکنیم، باب 53 عیسی نبی و کلا نگاه میکنیم که پیشگویی شده با عیسی مسیح چه کارهایی خواهد شد، و بعد از این بریم توی مزمور، دو تا مزمورهایی هستن که اونجا بیشتر توضیح داده میشه عیسی مسیح چی دردی کشید، تقریبا مثل این که چه فکری کرد عیسی مسیح. منظور این نیست که مزمور رو که میخونیم بگیم که همون عیسی مسیح همون تقریبا مثل این که همون فکرها رو داشت، فقط اینجا یکم بیشتر توضیح داده میشه این دردهایی که عیسی مسیح کشید. به این خاطر میخواستم اینو توی چیز بندازم، توی پرده بندازم که خودمون بتونیم بخونیم از اینجا، و اگر بتونین چیزهای خودتون، صندلی ها خودتون رو، این مزمور 22 است. همه قسمت ها رو ما نمیخونیم، فقط من الان اینجا که اینطوری که نوشتم که میتونیم از این بالا میتونیم بخونیم. یعنی الان فقط تصور کنین این فکرهای، این چیزهایی هست که عیسی مسیح زمانی که تمام این فریسی ها، تمام این کاهنان اینجا آمدن و همه هم هدفشون این بود که او رو بکشن، مصلوبش کنن، یا تمام این سربازهای رومی اینجوری بودن، مسخره میکردن و همینطور بد رفتار میکردن، الان میبینیم که این سخنهایی که مثل که توی فکر عیسی مسیح آمد چه چیزایی بود. الان میتونه یه کسی که بتونه بلند، گاوان من بسیار دور مرا گرفتند، زورمندان باشان مرا احاطه کردند، دهان خود را بر من باز کردند، مثل شیر درنده قران، مثل آب ریخته شدم و همه استخوان‌هایم از هم گسیخته، دلم مثل موم گردیده، در میان احشایم گداخته شده است، قوت من مثل سفال خشک شده و زبانم به کامم چسبیده و مرا به خاک موت نهاده اید. زیرا سگان دور مرا گرفتند، جماعت اشرار مرا احاطه کرده، دستها و پاهای مرا سفته اند، همه استخوانهای خود را می شمارم، ایشان به من چشم دوخته می نگرند، رخت مرا در میان خود تقسیم کردند و بر لباس من قرعه انداختند. سو این در مورد مسیح، عیسی مسیح که مصلوب شده، اینجا بیشتری الان توضیح میده که میگه در چه چیزایی بود که الان منظوری نیست که الان خود عیسی مسیح گفته این گاوها، گاوان نر بسیار دور من رو گرفتن، این از طریق چیز نگاه کنیم، از طریق فقط توضیحی که میده که واقعا تصور کنیم در چه حالی عیسی مسیح بود. این تمام مثلا نگاه میکنیم تمام دنیا علیه عیسی مسیح بود، و این دردها رو که الان توضیح میده در مورد استخونها صحبت میکنه، و چطور این افرادی که میادن مسخرهش میکردن، میگه اگه تو مسیح هستی تو بیا پایین و تو خودت رو به تو شفا بده، دهن خود را بر من باز کردن، مثل شیر درنده قرآن اینطوری حرف میزنن. یعنی الان میخوام تصور کنیم عیسی مسیح روی صلیب اونجا مصلوب شده، چه دردهایی که او چی شده بود، چی میگن، درد میکشید، مثل آب ریخته شده ام، یعنی خودش اینطوری احساس میکرد، درونش احساس میکرد، یعنی واقعا هیچ چیزی در من وجود نداره، همه استخونه هم از هم گذخته، دلم مثل موم گردیده در میان احشایم گداخته شده است، یا قوت من مثل سفال خوش شده و زبان من همینطور به کامل چسبیده. یعنی این دردی بود، این حالی بود که هیچ کسی نفهمید، هیچ کسی متوجه نمی شد.
فقط خودش این دردها رو میکشید. یه فوکوسی هست که میریم در فکرای، در قلب، در این دردهایی که مسیح اینجا کشیده. الان متاسفانه من فارسیش نمیدونم همه چی رو درست توضیح بدم، یا و میگه که همه استخونهای خود را میشمارم. نمیدونم چقدر این دردها رو بعضی وقت کشیدی، مثلا یک دردی شد مثلا الان تو کمرت الان درد گرفته، درسته یه بسته شده، تمام احساس میکنی اصلا کلن تمام بدنت الان درد داره، یا یه قسمتی از بدن تو یکم برای یه ضربه خورده تمام بدنت اینجا درد و رنج میکشه. و اینجا میگه که عیسی مسیح که میخوبش کردم، و میگه که تمام استخونهای من میتونم بشمارم، یعنی اونقدر دیگه خورد و له شدم اونجا در روی صلیب. و همینطورم هم چطور ایشان به من چش دوختن و شروع کردن به مسخره کردن، و همینطورم هم من رو عریان کردن، تمام لباسهای خودم رو برداشتن و همینطورم هم تقسیم کردن. یا یعنی اینو فقط باید تصور کنید، عیسی مسیح روی صلیب، این تمام بلاها آمده رویش، و الان چه دردهای درونی میکشه. بعد از این شروع میکنه به دعا کردن، از آیه 20 تا 22. اما تو ای خداوند دور مباش، عقوبت من برای نصرت من شتاب کن، جان من را از شمشیر خلاص کن و یگانه من را از دست سگان، من را از دهان شیر خلاصی ده، ای که از میان شاخهای گاو وحشی مرا اجابت کرده. یا این فقط دردهای دعایی هست که واقعا اونجا فقط میتونست که تنها کسی که میتونه اونجا کمک کنه خدای خودشه، یعنی پدرشه، که میگه که واقعا از این چیزایی که شیرهای از این چیز مثلا چیزای وحشتی که دور من هست که واقعا منو نجات بده. و قسمت ما از الان از آیه 13 خوندیم، فقط اگه یادتون باشه آخرین چیزایی که تقریباً که روی صلیب عیسی مسیح اینجا گفت چی بود؟ ای خدای من چرا مرا ترک کردی؟ این مزمور 22 با این شروع میشه، یا چرا منو ترک کردی؟ خدای من این چیزی که بود که عیسی مسیح روی صلیب اونجا گفته بود، این از مزمور 22 است، یا که اونجا اول گفته خدا خدا چرا من را ترک کردی. بعد از این تمام این بلاها، تمام این دردها، تمام این چیزهایی هست که اونجا شروع میکنه به تعریف کردن. و میتونی اینو ادامه بدی؟ ای خدای من چرا من را ترک کردی و از نجات من و سخنان فریادم دور هستی؟ ای خدای من در روز میخوانم و من را اجابت نمی کنی، در شب نیز و من را خاموشی نیست. یا این به هر حال دوباره میگم، این الان خود عیسی مسیح هست، این چیزها رو خودش نگفته که مثلا روی صلیب الان این چیزهایی هست، فقط این دردهایی هست که یادتون باشه توی باغ جتسمانه بود که اونجا گفته خدا من اگر یک رای دیگه هست این پیاله خشم رو از من بردار، یا یک رای دیگه هست خدا من رو هدایت کن، فقط آخر گفته که اراده تو نه اراده من انجام نه اراده من بلکه اراده تو انجام بشه. بعضی وقت توی زندگیمون همینطورم هم توی دردهایی که میفتیم، توی فشارهایی که میفتیم، یا همون دعایی که الان اینجاست که ما انجام میدیم که فریاد میکشیم و نمیفهمیم، نمیدونیم کجا قرار گرفتیم، چه چیزایی، چه بلاهایی هست که روی سر ما آمده، چرا این چراهایی که ما میکنیم خداوند، فقط همزمان هم یه جوری هم احساس میکنیم مثل اینکه خدا ما رو ترک کرده، اصلا خدا دعای ما رو نمیشنوه. فقط در این قسمت برحال میتونم بگم که عیسی مسیح خودش خیلی خوب میدونست، خودش رو زندگی خودش رو کلن سپرده بود به پدر. فقط ما میتونم بگم در این حالی که ما میفتیم، تو این مشکلهایی که میفتیم، اونجاست که احساس میکنیم که خدا مثل اینکه ما رو ترک کرده، ما رو دعای ما رو نمیشنوه. فقط این دردهایی از چیزهایی هست که خود عیسی مسیح چون
روی صلیب همون فریادها رو کشید، او واقعا در این حالی که ما بعضی وقت که میافتیم اصلا هیچ اطلاعی نداریم، هیچ چیزی نمیدونیم چه اتفاقی تو زندگیمون میافته، خودش در این حال بود و رفته و میتونه به حال ما رو درک کنه. این در مزمور 22 بود که ما رفتیم تو، و همینطور هم در مزمور 69. اینجا هم دوباره قسمت هایی هست که دوباره نوشته در مورد عیسی مسیح، در مورد مصلوب شدن عیسی مسیح. روزه داشته جان خود را مثل اشک ریختند و این برای من آر گردیده است. پلاس را لباس خود ساختم و نزد ایشان ضرب المثل گردیدم. دروازه نشینان درباره من حرف می زنند و سرود میگساران گشته ام. و اما من ای خداوند دعای خود را در وقت اجابت نزد تو می کنم. ای خدا در کثرت رحمانیت خود و راستی نجات خود مرا مستجاب فرما. اینجا هم دوباره برحال در مورد این شکست خودش صحبت میکنه، در مورد مسخره هایی که صحبت میکنه، چه درد هایی که هست که خودش الان توش قرار گرفته، و اونجاست که برای دعا میکنه که فیض خدا، خدا فیض خودش رو از اونجا بر نداره و همینطورم بیاد به کمک من. نمیدونم زمانی که ما این آیه ها رو میخونیم در دوران زندگی خودمون در مسیحیت، در این حالهایی میفتیم که شروع میکنیم این دعا رو کردن. شاید همین دعایی نباشه که مثلا ما اینجا انجام میدیم، دعایی که توی مشکلهایی که خودمون قرار میگیریم یا و دعا میکنیم، روزه میگیریم، سختی ها رو میکشیم یا و اینجا میگه که و این برای من آر گردیده است. شاید افرادی هستن که مسخره میکنن ما رو، افرادی هستن که پشت ما حرف میزنن، همزمان هم توی مشکل قرار گرفتیم و اصلا متوجه نمیشیم چه اتفاقی میفته، چرا من در این حال باید باشم. خیلی از این مزامیرهایی هستن که توی کتاب مقدس نوشتم، ما اونجا توی کتاب مقدس مزامیرهای مصیبت، افرادی هستن توی مشکلاتی قرار میگیرن. نمیدونم چقدر شما دقت کردین، چقدر مزامیر میخونین. بعضی وقت هست که واقعا توی یک مشکلهایی قرار میگیرن و میرم توی مخصوصا این مزامیرها، واقعا این شخصی که این مزامیر رو نوشته اونقدر خوب میفهمم، درکش میکنم، چون الان من این درد او رو میکشم. زمانی که یک مزامیری میخونیم و مزامیری هست که از دردهای خودش تعریف میکنه، یا زمانی که درد نداری، مشکل نداری، همینطور اینو میخونی، خیلی راحت میخونی، بگی یا اوکی، دلم میسوزه برای اون شخص. بعد زمانی که خودت وارد این درد میشی اینو میخونی، بعضی وقت شده واقعا میخوندم و شروع کردم به گریه کردن و میگفتم یه کسی مثل من بود که واقعا این دردها رو کشیده، و چون کلام خداست و چون در تقریبا همه دعاهای حتی هم توی درد و رنج این شخص، این شخصی که اونجا قرار گرفت می نویسه، هر دفعه توشم یک امیدی هست، یک وعده‌ای هست، ای خداوند فراموش نکن منو. من پیشنهاد می کنم بعضی وقت هست که واقعا توی دردها قرار می گیری اصلا نمی فهمی، بری مزامیر رو بخونی. بعضی مزامیر هست که واقعا می خونین واقعا تسلی می ده، چون می دونی که یک کسی هست و چون کلام خداست و این نوشته شده، یا این به تو تسلی میده. و الان در این قسمت الان فقط چون ما میخواییم بیشتر تمرکزمون به عیسی مسیح بکنیم، چون این چیزهایی هست که در زندگی عیسی مسیح روی صلیب اتفاق افتاده، الان از آیه 15 تا آیه 19 رو میخونیم.
یا از آیه 14. اینم دوباره فقط فوکوسمون باشه به عیسی مسیح که چه چیزایی توی قلبش، توی فکرش قرار گرفته بود، چه احساسی داشت. مرا از خلاق، یعنی لجنزار خلاصی ده تا غرق نشدم و از نفرت کنندگانم و از جرفی های آب رستگار شدم. من گذار که سیان آب مرا بپوشاند و جرفی مرا ببلد و حاوی دهان خود را بر من ببندد. ای خداوند من را مستجاب فرما، زیرا رحمت تو نیکوست. به کثرت رحمانیتت بر من توجه نما و روی خود را از بندت مپوشان، زیرا در تنگی هستم. مرا به زودی مستجاب فرما. آمین. به جانم نزدیک شده آن را رستگار ساز. به سبب دشمنانم مرا فدیه ده. آمین. اینجا در مورد لجن صحبت میکنه. لجن نشانه اینه که مثل این که تو یه جای قرار گرفتی، دیگه غرق شدی تو لجن، دیگه هیچ حرکتی نمیتونی بکنی، هیچ کاری نمیتونی اینجا انجام بدی. و اونجا در مورد افرادی صحبت میکنه که متنفر من هستن، ضد من هستن. و ما میتونیم واقعا زمانی که عیسی مسیح رو که نگاه میکنه میبینی که افرادی، زمانی که کتاب مقدس رو بخونیم میبینی که زمانی که روز یک شنبه بود که عیسی مسیح وارد اورشلیم شد، یا میگیم پالم سونتاگ، چی میگم؟ یک شنبه نخ. زمانی که عیسی مسیح وارد اورشلیم شد، باید اینطوری نگاه کنیم، مثل گرگ ها، شیر ها، فریسی ها، کاهنان، همه منتظر این بودن که او رو بکشن، از بین ببرن. هدفشون این بود. اگه این قسمت رو شروع کنی به خوندن، زمانی که یک شنبه وارد اورشلیم شد، فریسی ها و میتونم کاهنان نقشه میکشیدن چطور میتونیم او رو بکشیم و چه افراد رو میفرستدن یه چیزایی پیدا کنن. یه جوری میترسیدن از این قوم یهودا، چون واقعا اونا قبول میکردن که اون نه پسر خداست بلکه پیغمبره. یا میترسیدن، با هیلگری سعی میکردن یه کاری انجام بدن که عیسی مسیح رو بکشن. در این حال بود، در این فشارا بود. و اینجا هم در موردش که صحبت میکنه میگه که واقعا احساس میکنم توی لجن اونجا قرار گرفتم و افرادی هستن که دور من اونجا فقط متنفر من هستن، میخوان چیزای شکست منو ببینن. و همینطور هم در مورد سیل نه درسته آیه 15 اکثر که بله. چی؟ سیل آب من رو بپوشوند، یعنی مثل اینکه فقط تصور کنید توی سیلی هستی، توی جای قرار گرفتی، الان این آبی میاد دیگه، هیچ کنترلی نداری، تمام امیدت اونجا خداست که تو رو بتونه او رو از این لجن ها و از این سیل ها تو رو بیرون بیاره. بعد از این دوباره شروع میکنه به دعا کردن. خداوند ای خداوند من رو مستجاب فرما، زیرا رحمت تو نیکوست. دائما توی این دردها، توی فشارها دوباره یک امیدی میاد، خداوند رحمت توست، میتونه من رو از این چیز بیرون بیاره. خود عیسی مسیح خودش میدونست که پیشگویی کرده بود که من باید بمیرم و بعد از 3 روز قیام خواهم کرد. اینجا مشکلی نداشت در این حقیقت، چون حقیقت بود یا میدونست، فقط دردها رو باید میکشید. این احساس ها رو داشت. خیلی ما بعضی وقت هست که مثلا موعظه میشنویم و ما میدونیم الان همین چیزی که گفتیم، ما همه چیزایی، هر اتفاقی تو زندگیمون میفته برای مصیبت، برای با خیریت تمام خواهد شد، درسته یا نه؟ اینو میدونیم. عیسی مسیح میگه که من میدونم که بعد از 3 روز قیام خواهم کرد. ما هم میگیم که هاللویا، خدا رو شکر، همه چیز برای خیریت ما تمام خواهد شد. فقط زمانی که توی مشکل میافتیم درده، توی فکرمون میدونیم یه چیزی خوبی خواهد بود، فقط دردها رو میکشیم. فکرهایی میان، شکایی توشم قرار میگیرن، دادم میکشیم، گریم میکنیم. هر چقدر در شاید بگم تو ته قلبمون میدونیم که بهتر خواهد شد، فقط این دردهایی هست. و این قسمتی که الان خوندیم واقعا میخواد توضیح بده کجا قرار گرفته و
زمانی که اینو میخونم و فقط تصور میکنم عیسی مسیح توی لجن، افرادی مثل واقع گرگ ها، مثل یک چیزا، فقط بدیشو میخوان، هیچ کسی نیست اونجا، تک تنهاست. این دردهایی هست که خودش الان اینجا مینویسه و وسطش دوباره یک دعای یا یک ایمانی هست که به خدا، خدای رحمت هاست. و از آیه 20 یا 19 تا 21: تو آر و خجالت و رسوایی مرا میدانی و جمعی خصمانم پیش نظر تو هست. آر دل مرا شکسته است و به شدت بیمار شدم. انتظار مشفقی کشیدم ولی نبود و برای تسلی دهندگان اما نیافتم. مرا برای خوراک زرداب دادند و چون تشنه بودم مرا سرکه پوشانیدند. یادت هست عیسی مسیح خودش روی صلیب چی؟ تشنه بود، درسته؟ و گفت اعلام کرد، چیز کرد، گفته من تشنه هستم. یا و اونجا آمدن بهش چی دادن؟ سرکه دادن. میبینی که این چیزهایی که از این آیه هایی هست که در مزمور 69 نوشته که در جلجتا اونجا اتفاق افتاد. تو آر و خجالت و رسوایی مرا میدانی. یک مرد 33 ساله روی صلیب عریان شده، چی میگن؟ خجل شده و این دردهایی هست که خودش روی صلیب میکشه و دوباره اونجا هم که میگه که آر دل من رو شکسته است و به شدت بیمار شدم. زمانی که این قسمت ها رو که میخوندم یاد این آیه ای هست که همین در اشعیا نبی باب 53 نوشته، همینطور هم در پتروس هم نوشته که گفته که از زخمای اوست که ما شفا گرفتیم. یادت هست چه زخمایی هست؟ نه فقط زخمایی هست که روی دستاش آمده، این زخمایی هست که الان در نفسش، در بدنش، در فکراش قرار گرفته. از زخمای او و اینجا میگه که من بیمار شدم، از این دردهای، از این بلایی روی سر من آمده، من بیمار شدم. یعنی زمانی که ما صحبت میکنیم از زخمای او ما شفا گرفتیم، خیلی راحت میگیم از زخمای او شفا گرفتیم. بعد باید نگاه کنیم، فوکوس کنیم به چه زخمایی کشیده، چه دردهایی اونجا کشیده، چه فریادهایی درونش بود. همینطور که میگه آر دل من رو شکسته است و به شدت بیمار شده است. انتظار چی؟ مشفقی. انتظار نه مشکل نیست. مشفقی. آشو مشفقی کشیدم ولی نبود و برای تسلی دهنده اما نیافتم. یا؟ مثلا یک آیه هست، این یک چیزی هست که تقریبا میتونم بگم که خیلی از ما اونجا قرار میگیریم. انتظاری کمکی بودم ولی نبود، انتظاری بودم که یک کسی منو تسلی بده اما نیافتم. تو این مشکل ها قرار گرفتیم؟ شما قرار گرفتین؟ هیچ کسی دیگه نبود، تک تنها، و هیچ کسی نمیتونه تو رو بفهمه، هیچ کسی نمیتونه تو رو درک کنه. بعضی وقت هست که مثلا یک کسی هست که اقامتش رو نگرفته، خیلی آرزو داشت، بعد از مثال میگم 2 سال 3 سال اقامتش رد شده. یا بعضی وقت هست که ما میگیم نه، اب نداره، خدا با توست، منتظر باش، خدا همه کارا رو انجام میده، ولی دردی میکشی که نمیتونی توضیح بدی. دردی هست. الان ما میتونیم بگیم اوکی، شاید مثلا میگم که امیدم داری یک روزی خداوند به تو
پاس خودت رو بده، یعنی خونه رو بده. بعد یه چیزی هست که درونش قرار میگیره، واقعا نه پاستور میتونه کمکت کنه، هیچ کسی نمیتونه تو رو کمک کنه، هیچ کسی نمیتونه تسلی بده. ما میتونیم بعضی وقتی باشی و که دعا میکنم برای تو، دستم میذارم یا روح القدس بیا اینجا کمک کن. بعد یه چیزایی دردهایی میکشیم که جز از روح القدس یا عیسی مسیح نمیتونه. فقط زمانی که من بدونم و میدونم با این مزامیرایی که ما میخونیم، یا مخصوصا چیزی که مربوط به مسیحه، که میگن که همون فریادی هست که مثل که عیسی مسیح کشید، اون میتونه تو رو بفهمه. هیچ کمکی نیست، فریاد میکشی کمک نیست، تسلی نیست، و اونجاست که عیسی مسیح به میون میاد. آخرش هم همینطور که میگه مرا برای خوراک زر آب دادند و چون تشنه بودم مرا سرکه نشانیدند. این قسمت هایی بود. خیلی جاهای دیگه هم هست که در مورد عیسی مسیح در مورد جمعت و صلیب صحبت میکنه. فقط من توی قلب من بود امروز یکم فوکوس کنیم به چه دردهایی که واقعا او که چه فکرهایی او داشت، چه احساساتی که عیسی مسیح داشت که همه ما داریم. این مصیبت، این مزامیرهای رنج و درد میتونه ما رو، چون کلام خداست، تسلی بده، بنا کنه در هر موقعیتی که ما قرار گرفتیم، در هر مشکلایی که ما قرار میگیریم. و مشکلایی خواهن آمد. اینطوری نیست که الان مثلا ما امروز بگیم اوکی مشکل من حل شد. به مشکل به موقعیت‌های دیگه قرار می‌گیریم، درد‌هایی وارد می‌شیم، شاید درد‌هایی هستن که هنوز نکشیدی، مشکل‌هایی جلوی تو خواهن آمد. و مخصوصاً که در مسیحیت هم می‌خوایم رشد کنیم، اتوماتیک تو مشکل می‌افتیم. تو این چند مدت هم در مورد مصیبت‌ها، رنج‌ها صحبت کردم که زندگی ما در مسیحیت این چیزا، این دورانا رو باید بگذاریم. این ربطی داره به رشد روحانی ما. ما بی خودی زمانی که میگیم کلیسای آلفا اومگا، واقعا خدا رو شکر برای کلیسای آلفا اومگا، بی خودی نیست. ما وارد دردهای زیادی شدیم، وارد مصیبت‌های زیادی شدیم، خیلی فشارهای ما گذروندیم، و این تعلیم ما بی خودی نمیاد. مثلا فقط ما شروع میکنیم به تعلیم دادن. خودتون میتونید برید توی یوتیوب، اونجا صبح تا شب 24 ساعت میتونید، اینجا تو از 4 تا ماهواری ها میتونید تلویزیون رو نگاه کنید، میتونید اینجا کلام رو بشنوید. فقط فرق میکنه از اینکه زمانی که واقعا تو وارد این دردها میشی و همینطور هم در این دردها وفادار میستی، و همینطور هم هر چقدر مسیح با ما، یعنی انسان شد، هم با انسانیت ما این اتحاد یا متحد شد. الان عیسی مسیح دعوت میکنه ما رو که چون من با شما متحد شدم، شما بیاین در من، با من متحد بشین در این دردهایی که من کشیدم. اون موقع است که تمام تسلیهای من، تمام دردهایی که برای شما کشیدم میتونم اونجا تسلی بدم، بنا کنم، و در این قسمت بتونیم به یه رشد روحانی برسیم. رشد روحانی بدون درد خیلی ممکنه. بعد چون این هفته هم دوباره مخصوصا میخوایم به عیسی مسیح نگاه کنیم، به کاری که روی جلجتا انجام کرده و دردهایی که کشیده، فریادهایی که درونش کشیده، فکرهایی که داشته، با او در این قسمت متحد بشیم و ارزشش رو بدونیم. در اول پتروس باب 2:23 جا میگه که چون او را دشنام میدادند، دشنام پس نمیداد، و چون عذاب میکشید، تهدید نمینمود، بلکه خیشتن را به داور عادل تسلیم کرد، که خود گناهان ما را در بدن خیش بردار متحمل شد، تا از گناه مرده شده به عدالت زیست نماییم، که به ضربهای او شفا یافته اید. از آن رو که مانند گوسفندان گم شده بودید، لکن الحال به سوی شبان و اسقف جانهای خود برگشته اید. آمین.
ببینید دوباره اینجا اشاره میکنه که او خودش رو دیگه سپرده بود به خدا. این دردهایی که الان ما این قسمتهایی که خوندیم همه چی رو کشید، این فریادهای درونی رو کشید، همه چیز گفت، بعد از این میگه و خودش رو که سپرد به پدرش، بعد میگه که از زخمای او ما شفا یافتیم و از آن رو که مانند گوسفندان گم شده بودیم لیکن الحال به سوی شبان و اسخف جانهای خود برگشته اید. و امروز هم میخوایم دوباره وقت بذاریم. سرودهای انتخاب کردم، گفتم که در این پرستش چشمان بدوزیم روی صلیب عیسی مسیح، شخص عیسی مسیح، انسانیت عیسی مسیح، نه پسر خدا بلکه پسر انسان رو نگاه کنیم که پسر انسان مثل تو و من بود و که بتونیم اینجا هم بریم خدا چه روح خدا چطور برای در قسمت هایی که شما احتیاج به شفا دارین، احتیاج به آزادی دارین، یا همینطور هم وقتم باشه که واقعا خودتون هم متوجه بشین و ببینید خدا من واقعا منم میخوام این قدم ها رو بردارم. اینجا میگه که الان لیکم برگردیم الان به سوی چی؟ به سوی شبان و اسخف جانهای خودمون، یعنی خودمون رو بسپاریم به عیسی مسیح. شاید قسمت هایی دادیم فقط الان امروز هم وقت بذاریم. روح خدا مطمئن هستم امروز هم در بین ما کار خواهد کرد. ما باید اینطوری نگاه کنیم، این چهار تا کلامایی هست که در عهد جدید ما رو در زندگی ما کار میکنه. اول قربانیه، قربانی یعنی پاسخ به گناه های ماست که عیسی مسیح داده. کفاره هست که پاسخ به خشم خداونده. مصالحه هست که پاسخ به دور شدن ماست که از خدا دور شدیم و دشمنی به وجود آمده و خداست که اینجا مصالحه کرد، ما رو آشتی داد. و همینطور هم فدیه یعنی پاسخ به گناه های ما و از آزادگی ما از بندگی شیطان. این چهار تا قسمت هایی هست. با این قربانی که عیسی مسیح داد، دوباره میگم پاسخ به خشم خدا، یعنی خشم خدا روی عیسی مسیح آمد که ما رو آزاد کنه از خشم. دشمن بودیم، خدا ما رو آشتی داده که صلح به دست بیاریم. و همینطور چهارمین فدیه یعنی آزادی از اسارت شیطان، از بردگی شیطان. و امروز هم شاید در قسمت هایی هست که احتیاج به تسلی داریم، احتیاج به بنا داریم و بیایم بریم الان سوی همون اسخف و همینطور شبان و اسخف جانهای ما و با او در روح ملاقات داشته باشیم. آمین.